حضرت میفرماید یعطی علی الناس زمان یغیب عنهم امامهم روزگار میرسه که امام غایبه فیاتوبا لثابتین علی امر فی که زمان خوشا به سعادت کسانی که ثابت گام و استوار باشند به محبت ما و پیروی از ما در زمان غیبت حضرت خبر میتن به اینکه این انتظار انتظار فرج و در زمان عصر غیبت به سر بردن ثواب و فضیلت بیشماری داره حضرت میفرماید ان ادنا ما یکونو لهم من الثواب ای ینادیهم الباری عز و جل میگه هر کسی که این انتظار را داشته باشد در زمان غیبت حضرت ولی عصر کوچکترین چیزی که برای اونها از طرف خداوند بهره داده میشه این است که خدا صدا میزنه برای اونها عبادی آمنتم به سری و صدقتم به غیبی به بحسن الثواب بندگان من شما ایمان آوردید به مغیبات من و اسرار من و تصدیق کردید غیبت مرا پس بشارت باد به شما به نیکوترین پاداش ها خب این حدیث بشارت است برای ما که در عصر غیبت حضرت ولی عصر به سر میبریم در روایت دیگر حضرت میفرماید لا یقوم القائم الا على خوف شدید من الناس حضرت حجت ابن الحسن امام عصر ظهور نخواهد کرد مگر در زمانی که ترس شدید از مردم وجود داره بعد علائم جالب را حضرت اینجا عنوان میکنه که ما گفتیم این گفتار حضرت در حقیقت معجزه است از زبان گهربار و حقانیت حضرت باقر العلوم علیه السلام و میگه در زمانی که حضرت ظاهر میشه زلزله ها و فتنه ها و بلاهای برای مردم حساب میکنه و جالب اینه که میگه و تا اون این قبل زالک. مرض تاون تا در بین مردم رواج پیدا میکنه و جنگ های قاطع بین اعراب پیش خواهد آمد و اون چی که مهم است و مربوط به برنامه ما میفرماید و اختلاف شدیدین فی دینهم یکی از چیزهایی که در زمان قبل از ظهور حضرت حجت ابن الحسن پیش می خواهد آمد اختلاف شدید در دین مردمه که حقیقتا الان دیگه ما میبینیم متاسفانه داعیان مختلف با ادعاهای مختلف گامهای التقاطی را در مسیر دین اینها گذاشتن و برمه دارند تا اینکه بتوانند سلمه به دین خدا با گونه های مختلف وارد کنم. یکی وارد مشه در مسائل قرآنی و شبه های را ایجاد میکنم یکی وارد میشه در مبادی حدیث شبه های دیگر را در این مورد مخصوصاً با فاصله ای که از زمان غیبت و ائمه داریم ایجاد میکنه که همه اینها در حقیقت اون گام های نااستوار و تهدیدهای به حساب میاد نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع که حقیقتا هیچ کدام اینها ارزش طرح کردن را حتی نداره اگر انسان مبانی دینی را حقیقتا اطلاع داشته باشه استاد عزیز ما باید قبول کنیم که در حافظه تاریخی بشریت هیچگاه به این حد اختلاف در مورد عقاید در مورد در واقع دین وجود نداشته و در واقع این حدیث نورانی حضرت ما محمد باقر صلی اللہ علیه بار دیگری رو به ما ثابت میکنم